سلام بر هموطنان عزیزم در دیار خوزستان. خوزستان یکی از زرخیزترین استانهای ایران. خوزستان یک بانک لامتناهی ایران. خوزستان یکی از ارزشمندترین و راهبردیترین پاره های وطن، جایی که حاصلخیزترین خاک ایران اونجا حضور داره و در واقع یکی از مهمترین منابع تامین کننده غذا برای همه ایرانیان همیشه محسوب می شده، جایی که خاطر انگیزترین و طولانی ترین و بزرگترین و پرآبترین رودخانه های وطن که از زاگرس عزیز سرچشمه می گیره در اون خطه جاری میشه و با شکوه در بروندرود و خلیج فارس می رسیده. خوزستان جایی که کارون، چرخه، جراحی، مارون، زهره و بهمنشی رو داره و خوزستان جایی که بیشترین میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز اتفاق افتاده و خیلی از اولین ها متعلق به خوزستانه. خوزستان جایی که پرآبترین و بزرگترین تالاب های وطن رو داره، مثل هورالعظیم، مثل شادگان، مثل شینبار، مثل میانگران، مثل بامدش، تالاب هایی که هر کدومشون یک ستون برای پایداری خوزستان عزیز ماست. خوزستان میتونه اگر به درستی مدیریت بشه چند کشور رو تغذیه بکنه. خوزستان به خاطر همجواریش با آبهای آزاد و خورموسای شگفت انگیزش میتونه از نظر تجاری و بازرگانی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشه. خیلی سخته که به شیوهی ما خوزستان رو مدیریت بکنیم که حتی مردم شریف ساکن در خوزستان نتونن به ادامه حیات درخور و مرفه خودشون امیدوار باشن، و این الان اتفاقیه که در خوزستان افتاده و واقعا غم‌انگیزه. خوزستان میتونست ثروتمندترین پاره ایران باشه، ولی الان یکی از مهاجر فرسترین در واقع بخش‌های وطن شده و آمارهای به شدت نگران کننده وجود داره که نرخ مهاجرت از خوزستان داره هر روز افزایش بیشتری پیدا میکنه، و یکی از دلایلش افزایش نگران کننده نرخ آلودگی هواست. چگونه آلودگی هوا به اینجا رسید؟ اگر ما فقط 1% از درآمد حاصل از نفت رو برای اصلاح سیستم‌های سازگار با محیط زیست مصرف می‌کردیم، استفاده می‌کردیم، مشکل فلرها رو حل می‌کردیم، از فیلترهای درخور استفاده می‌کردیم، اجازه نمی‌دادیم تا این پساب‌ها و فاضلاب‌های آلوده منابع آب و خاک رو آلوده کنن، هرگز این چالش‌ها تبدیل به بحران نمی‌شدن و حتی می‌تونستن فرصت بشن. اما ما این کار رو نکردیم. علاوه بر این اومدیم سراغ انتخاب یکی از بدترین کشت‌های ممکن، یعنی کشت نیشکر، در جایی که میانگین بارندگیش 300 میلی‌متره و شما می‌دونید که در واقع نیشکر یک محصول بسیار پرآبه. هر هکتارش دست کم 25,000 متر مکعب آب مصرف میکنه و در شرایط ایران تا 35,000 متر مکعب آب مصرف میکنه و پسابش میتونه در واقع بخشهای پایاب جلگه خوزستان رو متاثر بکنه و کاه و کلشش باقی موندهش هم میسوزونیم و باز به افزایش آلودگی منطقه میافزاییم. ما نیزارهای غرب خوزستان رو میسوزونیم به عمد یا به سهو و باز در واقع به مشکلات خوزستان داریم اضافه میکنیم و همه اینها توان زیست‌پذیری خوزستان رو کاهش میده. خوزستان نیاز به انسانهایی داره، نیاز به مدیرانی داره که قبل از اینکه براشون منافع شخصیشون مهم باشه به منافع ملی فکر بکنن. اونها باید نشون بدن که اگر میخوان خانهشون روشن بمونه براشون روشنایی کوچه مهمتره. ما نیاز به مردمی داریم مطالبه‌گر، ما نیاز به مدیرانی داریم که با شجاعت و صداقت
برن جلو و بگن که اگر حال خوزستان خراب باشه، حال ایران هم خراب خواهد بود. ما مخالف توسعه نیستیم، ما مخالف کشاورزی نیستیم، ما مخالف توسعه صنعت نفت و گاز نیستیم، اما انتظاری که وجود داره اینه که این ثروتی که از خوزستان به دست میاد باید در گام نخست سبب بشه تا تاب‌آوری و جینایی مردم خوزستان حفظ بشه، اونها از اینکه خوزستانی هستن و ایرانی هستن افتخار بکنن و کمک بکنن به اینکه وضعیت خوزستان بهبود پیدا بکنه، ما دوباره میتونیم خوزستان رو به زرخیزترین پاره ایران تبدیل بکنیم اگر که بر مبنای واقعیت‌های بومشناختی به سمت احیای خوزستان حرکت بکنیم. خوزستان صدها سایت تاریخی ارزشمند داره که میتونه هر کدومش یک صندوق ارزی پایدار باشه و میتونیم با سرمایه گذاری در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی پول پایدار تولید بکنیم. منطقه آزاد اروند حرفهای زیادی میتونه برای گفتن داشته باشه، ارزش‌های تجاری و بازرگانی خوزستان حرفهای زیادی میتونه برای گفتن داشته باشه و رودخانه‌های خوزستان جذابیت‌های منحصر به فردی دارن. حتماً باید حقابه 5 تالاب خوزستان بعد از شرب و قبل از کشاورزی و صنعت تحت هر شرایطی تأمین بشه. این یک اشتباه بزرگ بود که ما خورالعظیم رو به کمک سد کرخه خوش کردیم، به 5 تا حوضچه تبدیلش کردیم تا استحصال نفت رو از میدان آزادگان ارزان‌تر تمام بکنیم و اونجا چشمه‌های تولید گرد و خاک اضافه کردیم و به دست خودمون شرایط رو زیست ناپذیرتر کردیم. امیدواریم که درس عبرت بگیریم و کاری بکنیم که مردم هوای سالم و آب سالم و خاک سالم در خوزستان داشته باشن. و دوباره تکرار میکنم، اگر حال خوزستان خوب باشه حتما حال ایران هم خوب خواهد. درود بر شما.